بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين قال الصادق عليه السلام من بكى أو أبكى أو تباكى للحسين وجبت له الجنة. بعد نماز صبح بود، پیغمبر تو مسجد صلی الله علیه و آله، یه صیاد عربی بر آهوی رو به پیغمبر هدیه داد. امام حسن در مسجد حاضر بودن، بره آهوی کوچولو زیبا، پیغمبر اینو هدیه دادن به امام حسن. آهو رو بغل گرفته بود و بازی می کرد. اون آهو هم یه انسی با حسن ابن علی گرفته بود، سرش رو شانه آقازاده می گذاشت، به جوری که اصحاب از این بره وحشی تازه صید شده که اینجور با حسن ابن علی اونس گرفته تعجب کرده. در این حال امام حسین وارد شد، تا بر آهو رو بغل برادر دید، پرسید کی بهت داده، از کجا آوردی؟ فرمود جدم رسول الله صلی الله علیه و آله. دوید دامن پیغمبر رو گرفت، پیغمبر بغلش کردن. حسین عزیز دست به گردن پیغمبر در آورد و گفت منم آهو میخوام، به برادرم دادید، به منم بدید. اصرار میکرد، پیغمبر سعی کردن آرومش کنن، از اون طرف نمیشد، از امام حسن گرفت. حال عجیبی شد، آهو فروشی نیست، در مغازه نیست که کسی تهیه کنه، باید صید کنه صیاد. اصرار حسین که کوچکتر از حسنش بود، 4-5 سالش بود، به حدی رسید که نزدیک بود گریه کنه. تا این حالت در حسین پدیدار شد، دیدن از بیرون مسجد قوغایی است، یه گرگی دنباله ماده آهوی میدوه و اون ماده آهو فرار میکند، در حالی که بره کوچک خودش رو به دندان گرفت و با عجله وارد مسجد شد. بره رو جلو پیغمبر زمین گذاشت. یا رسول الله، صیادی یه بره منو صید کرد، دلم به این خوش بود، مشغول شیر دادنش بودم، ناگاه
منادی از آسمان ندا داد ای ماد آهو، زود برت را به حبیب خدا و پیغمبر برسان، که حسینش بهانه آهو گرفته طلب بر آهو میکنه از پیغمبر و نزدیک است. حسین گریه کنه، خودتو زود برسان قبل از اینکه حسین عشق بریزه، که اگر حسین گریان شود عرش خدا به لرز افتد و عذاب نازل می شود. یا رسول الله، این هدیه ناقابل و از من قبول کنید. به زبان عربی فصیح با پیغمبر سخن گفت. پیغمبر بر راه رو به حسین جون دادن تا آرام بشه. این همین احادیث، احادیث متعدد متواتر داریم در باب گریه حسین. تا صداش به گریه بلند میشد، هنوز اشکش جاری نشده بود. اگه تو مسجد بود پیغمبر از منبر پایین می آمد، حسین جون رو بغل می گرفتن، نوازش می کردن، می فرمودن مواظب حسینم باشین، نگذارید حسین گریه کنه. اگه حسین من عشق بریزه عرش بلرزه می افته، خدا غضب می کنه. مهربان ترین همسرشون ام سلمه را برای پرستاری حسین انتخاب کردن، یه جوری که ام سلمه شده بود مادر امام حسین. از اون طفولیت تو دامن ام سلمه بود که مبادا گریه کنی. میخوام بگم یا رسول الله، جات خالی بود حسینت کربلا، بلند بلند گریه کرد. یکی وقتی بود که نوشتن فبکا عالیا، بعضی جا نوشتن فبکا بکاون شدید. یکی وقتی بود که علی اکبرش به میدان سر و آسمان بلند کرد، اللهم اشهد فقط برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول. خدایا شاهد باش، پسری به سوی این قوم فرستادم که شبیه ترین مردم به رسول گرام تو از حیث خلقت و اخلاق و صفات بود. یکی هم وقتی بود که به بالین علی آمد، سر علی رو به دامن گرفت، دلارام نشد، سر علی رو به سینه جذبون، دلارام نشد. فبکا بکان آلیا و نادا ولدی علی على الدنيا بعدك العفا. پسرم علی، بعد تو خاک بر دنیا، زندگی دنیا، یعنی بعد تو دیگه اللهم عجل وفاتی سریع. هم امام حسین بعد علی اکبر به این حالت افتاده بود، هم آقا قمر بنی هاشم صریحاً به امام حسین عرضه داشت بعد علی اکبر دیگه نمیتونم زنده بمونم، طاقت حیات ندارم. هم بقیه جوانان بنی هاشم
چنان آتش شهادت بر اونا غلبه کرد. بعد علی هیچ کس طاقت زنده موندن نداشت، حتی داره زینبش، عمش زینب، من نمیدونم بی علی چجور زنده موند. همون بانویی که خودشو انداخت رو بدن علی، چادرش خودش بدن علی رو پوشون که امام حسین اون بدن قطعه قطعه رو نبینه، فقط تو به سیوف اربن اربن. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية من